عشق و شادی میاد، انگار اینجا مهمونیه. بوی عشق و شادی میاد، انگار اینجا مهمونیه. فصل گل شده دوباره، سختی رفته آسونیه. بوی عشق و شادی میاد، انگار اینجا مهمونیه. فصل گل شده دوباره، سختی رفته آسونیه. بوی عشق و شادی میاد، انگار اینجا مهمونیه. کوه و دشت و باغ و چمن خندان شد از باد بهار. انگار وقت عاشقیه ای یار ای یار، انگار وقت عاشقیه ای یار ای یار. حالا که همه پرنده ها رها شدن، همه کوچه ها خوشگل و با صفا شدن، بیا که بخندیم، بیا که بخندیم، دستامونو به دست هم دیگه بدیم، از عاشقونه توی گوش هم بگیم، شادی بیاریم در و روی غم ببندیم، شادی بیاریم در و روی غم ببندیم. بوی عشق و شادی میاد، انگار اینجا مهمونیه. فصل گل شده دوباره، سختی رفته آسونیه. بوی عشق و شادی میاد، انگار اینجا مهمونیه. فصل گل شده دوباره، سختی رفته آسونیه. بوی عشق و شادی میاد، انگار اینجا مهمونیه. 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 بفرمایید، خواهش میکنم، خواهش میکنم، بفرمایید. به نام خدا. سلام، خوبین، خوشین، سلامتین، خیلی خوشحالیم با یه برنامه دیگه از سری برنامه‌های مهمونی در خدمتتون هستیم. یه نفرم اینجا ماشینش بیرون داره بوق میزنه، اگه میشه بره خاموشش بکنه. از تماشاگران محترمون عرض کنم مهمان داریم. مهمانمون رو شما خیلی دوست دارین، کاراشو دوست داشتین و خیلی شیرین هستن، خیلی دوست داشتنی هستن. ایشون توی بچگی وقتی خیلی کوچولو بودن اسباب بازی نداشتن، گویا با مورچه‌ها بازی میکردن. حالا بعد از خودشون بپرسیم که ماجرا چی بوده و چه خبر. اینا چیه اینجا؟ سلام آقای ده، مشتری اومد، مشتری اومد. یه توسرخ اضافه کن، یه توسرخ بنداز. موز دادم، موز دادم. آب میوه چیه اینجا؟ موز بندازم بهتر، بدم نمیشه. بله آب میوه چیه اینجا؟ آقای طهماسب، فکر کردم مشتریه. تشکر میکنم، خیر مقدم عرض میکنم خدمت شما. به بی بند و بار آب میوه خوش اومدید. چیه بیان میخواه آب فروشی را بنداز؟ آقا از هنر که پول در نمیاد که. متاسفانه شما هم قدر هنرمندا رو نمیبینید. ما مجبوریم اینجا کار کنیم. اینجا کار کن، آب میوه بفروشیم. اینجا خونه اصلا خاصه به درد این کار رو میخوره. برای شما یه درصدی میذاریم، نگران نباش، راضی خواهی شد. به 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 به، چی میل دارین؟ از من اینجا که چیزی نیست، بی خودی صدا در میادین. صدا در میارین؟ کو دستگاتون؟ کو؟ چی میگی آقا؟ چه آب سیرفتی؟ میتونه بزنم برات؟ بزن ببینم. بزنم برات، بزن بایست. آبا چکوی آبا چکوی آمو تموم شده. هیچی نیست، علکی میگن صدا دارم در میاره. آب میوه اینجاست. دستگاه رو خب دستگاه رو نشون بده. من فکر کنم من دروغ میگم. دستگاه رو نشون بده. نشونی تماشاش چه میدم؟ بر بر نشون بده. چیزی میدونه نداره. دو سه کو یه بار دیگه، یه بار دیگه. چرا اینجوری میکنی؟ خب نشون بده دیگه. فقط غمزد بیرون، مگه ماشین گیره نمیتونم. وای ولی چه آب لیمو، آب لیمو دادم چه خوبه. آره میخوری ایوج جون؟ از من آب لیمو دادم چه خوبه. دستگاهی وجود نه دیگه، داری سر به سرم میذاری یا
یعنی چه سر به سر دست میزه. بیار اینجا دستمو بیارم کجا؟ دستو همینجا همینجا که ما داریم آب میوه میگیریم دستو بزن کجا آخه؟ همینجا 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 یا نزدیکتر نزدیکتر بجد بجد الان کامل یه خورده پایینتر خیلی خب چی میل دارین؟ آب انبه زرشک بزنم یا آب زغال اخت طالبی؟ اون سبزه هم مخی توه نمیدونم اینجا چه خبر شیرموز بزنم سر حال چی؟ ببینید اصلا اینا رو جمع بکنیم ما مهمان داریم مهمان میخواد بیا برای مهمونتون یه ترکیبی عالی دارم مخیتو 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 چیه؟ مخیتو مخیتو مگه تو نگفتی مخیتوه؟ مخیتو مخیتو چیه؟ مخیتو 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 امو مخیتو خیلی خب الان یه چیزایی شنیدن ببینید عزیزان من اینا رو جمع بکنید اینجا ببین برای شما باید بری بیرون یه مغازه یا یه در تو رو خدا بذار ما اینجا کار نه 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 ببین گوش بده گوش از این نکنید گوش بده کفش درو بندازم تو میره گوش بده اینجا برای شما ببین اینجا تو خونه از پیشرفت نمیتونی بکنی برو یه دکه بگیر یه مغازه بگیر قشنگ میتونی بگو دی جی بگو چقدر اینجا ما مشتری داریم اینجا صف میکشیم بچه‌ها بیاین بالو مشتری اینجا بیا سلام علیکم وای سلام خسته نمیشی نوش جونتون نوش جونتون سلام علیکم شما کجا بودیم نه همین پایین بودیم آره همین پایین بودیم وای دست تا درد نکنه به چه بودم تنور بودم الو گرفته بودم الو گرفته بودم آتیش گرفته بودم این خوردم بیا الو گرفته بودی خب تماس میگیریم عالی بود اینجا ما گفت بیا جوس استور ما رو ببین آب هویجو آب هویجو رو بگو آب هویجو نخوردی بهترین آب میوه عمرمو خوردم حالا بذار یه آب موز برات بگیرم شما یه قسمت شید ببینید آلمان در خدمت میگه دی جی مون لیوان لیوانی دوست دارین کارتون اینجا چیکار یه چیزی یادم افتاد منم گفتم با شما در میون بذارم تو دلم گیر کرد بگو گیر کرده بود بگو بگو ابی نداره که نه بابا هر مشکلی که تو داری بیا برای من بگو بگو خواهر بزرگم بهتون گفتم که اون مهربونه چقدر دختر خوبیه آره خواهر زیاد دارن پنج تا خواهر داریم پنج تا خواهر داریم ما آره پنج تا خواهر دارن با من آره هنوز ازدواج هم نکردن هیچ کدومشون ازدواج نکردن آره تو این خواهر بزرگی شوهر نکنه اون هیچ کدوم حق شوهر کردن نداره آره میدونم مادرت شرطش اینه آره من سومی هم موندم دیگه حالا اونم بختش باز میشه گفتم ورزش میکنه نه گفتم نه نه کاراته کار حرفه‌ای حرفه‌ای چیز داره کمربند؟ آره از اینا داره عجب. آخرین درجه این دخترها چقدر خوب تو ورزش چقدر خوب شدن آره. قدش هم بلنده درش مرشت هم هست پا رو یه دفعه اینجوری میاره بالا تا اینجاش میاد من اینجا میاره خب تو باید یه ذره ورزش کنی خب چی شده حالا؟ من رفتم تو خونه منو دید همینجور زور زد به چشای من گفت مگه تو مرد نیستی؟ خب گفتم چرا؟ گفت مگه تک پسر این خانواده نیستی؟ خب گفتم چرا؟ گفت مگه تو نونآور این خونه نیستی؟ تو واقعا زحمت میکشی گفتم چرا؟ آره. گفتم من نوکر شما پنج تا خواهر و مادرم هستم درسته؟ آره واقعا بعد گفت چرا نمیتونی از خودت دفاع کنی؟ خودت دفاع کنی؟ آره یعنی چی؟ گفتم چه دفاعی کنم؟ گفت هر کی بابا به زور میگه بزن بعد همینجور داشت من نگاه میکرد یه دفعه بهت نشون بدم آره یه دفعه اینجور داشت من رو نگاه میکرد همینجور اومد جلو یه دفعه با پا اومد زد تو سینه من پرد شدم رفتم چسبیدم به دیوار خونه خب گفتم چته رفتی ورزش کن چرا منو میزنی اینا گفت یه منو بزن از خودت دفاع کن یه دفعه اومد بالا سرم گفت داد میزم دردم گرفته بود دردم گرفته بود چه خوابیده بودم من گفت یه دفعه یه لغت زد اینجا گفت باشه خود رو جمع کن رفت که چرا این کار رو میکرد که تو به خودت بیای آره. مثلا آره میگفت به خودت بیا دوباره وقتی من خواهرت منم تو هم باید این من باشی قوی باشی آره گفت باید بگیر بزنی گفت الان تو باید من رو بزنی نه من تو رو بزنم نه حالا زدن که نه ولی میگه خوب مثلا بدنت قوی باشه یه وقت دعوا میشه جایی که خوب هم نیست من محل دعوا اینا نیستم آره تو حل دعوا که نیست من میگه دست کسی بلند میکنم آره تو واقعا مهربانی آره رفتم سر سفره شام رفتین شام رفتین نشسته بودین داشتین شام میخوردین با خواهرها همه بوده پنج تا خواهر نشسته بودم مادرم نشسته بود
زنمون بود، دخترمون بودن، همه با هم دیگه نشسته بودیم. آره تو هم تنها مردم اونجا، یه همه زن هم. آره وسط با ایسترام داشتم غذا میخورم، یه یعنی چشش نیا کم گفت ها، گفتم من چیزی نگفتم که اینا. پس مامانم میگفت پسر من اذیت نکنید، مرد منه، نمیدونم آقای این خونه است، سرور این خونه است. من هم همینجا گفتم مادرم قربونت برم، من خاک زیر پای تو. گفت این مرد خونه است، این پپه؟ به من گفت پپه. آقا گفت پپه سفره رو کشیدم. گفتم به کی میگی پپه؟ گفتم به من میگی پپه؟ سفره رو کشیدم آقا با کفکولی زدم تو صورتش. گفتم بیا اینجا ببینم، گرفتم صورتش، اونی که خواهرارم گرفتم زدم، هر پنج تا شونو گرفتم زدم، دخترمو زدم، زنمو زدم، خواهر کوچیکم رو زدم، هر کی اونجا رو زدم، زدمو زدمو ای زدم. خیلی خوب به من میگم پپه؟ من نمیدونم آدم چرا عصبانی میشه، نمیتونه خودشو کنترل کنه. نمیدونم آدم من یه دونه انگور بخورم، من یه قندم افتاد اصلا، اصلا حالا آدمو بد میکنم. همین پپه گفت ناراحت. چی؟ نه نه کی گفت پپه؟ نه من پپه هم؟ نه 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 اون گفته رو میگم، نه نه میگم حساسی بهش. کلن نمیدونم یه دفعه چی کلماتیه که میگم. با من داداشتونم، من دارم خرجتونم، لباس دارم براتون میخرم، دارم کیف میگیرم. یه ذره زیاد عصبانی میشی ها. نه کنترلم یه فرز دستم خارج شد. خب برمیگره به من میگه پپه. کی گفت پپه؟ بابا کسی نگو، خودت گفتی، خودت گفتی. آقا چیزی نمیخوام. نه قربونت برم، خیلی میوه برم. نه نه مرسی، خوردن همشون دست درد نکنه. به من میگه پپه. خودش بود. سلام. سلام عرض کردم. حالشو شما ببخشید من به جا نمیارم. من کته هستم اینجا کار میکنم. کته خانوم خیلی خیلی خوشبختم از زیارتتون. من هم همچنین خیلی خوشبختم از دیدار شما. خیلی قربان شما. زیاد خوشبختم. من اینجا چه خبره؟ این پشت صدای عجیب غریب میاد. عروسیه. اینجا سالن عروسیه این پشت. بله اینجا تالار عروسی. صدا به خاطر اینه. آقای تماس نمیدین کجا هستن؟ آقای تماس زود میاد. آقای تماس سری الان خدمت شما. آیش تو کیفتون چی دارین؟ تو کیفم خیلی چیزا دارم دختر عزیزم. آره این کیف من از اون مثل کیفای جادویی میمونه. آره از توش میتونم مثلا تخت خوابمو در بیارم، دو چرخمو در بیارم. آقای آیش من یه سوالی از شما دارم، من میخوام یه سوالی از شما بپرسم. من بدم؟ شما نه، چرا بد بشی؟ من بد نیستم دیگه، خوبم. ما مثل دسته گل. اگه شما سوار یک اسبی بودی، یک برکه این وسط بود، با اون اسب تلاش میکردی که بپری از رو برکه و به من برسی؟ به شما برسم؟ یعنی بیاین این وره برکه با هم صحبت کنیم. من اصلا با اسبی که بال داره پرواز میکردم. شانس من یه دونه اسب تو خواب من افتاده که اصلا نه بال داره نه پرواز میکنه نه میاد. اسب خواب دیدین؟ بله من هر خب اصلا بهتر که نگم دخترم. این خواب اصلا منو دگرگون میکنه، من اصلا بهتر که راجبش صحبت نکنم. چه خوابی میبینی؟ بر من تعریف کن. همین که یه اسبی از دور میاد دم برکه شما. من هر شب خواب میبینم که یک اسبی در یک دشت بسیار بزرگ که پر از گل سوسن و زنبق و رازقیه، یه جنگل بزرگه، اونجاست این اسب داره میاد، یک مرتیکم روش نشسته، این اسب چهار نفر معمولاً یه شاهزاده. آخه نمیاد. خجالت نکش، بیا تعریف کن. بیا هیچی دیگه، میاد به من نمیرسه. آها امتناع میکنه اسبش. امتناع میکنه؟ بله. خب ببین خواب ها معمولاً یا ترس های آدم هاست یا آرزوهای آدم هاست. شما شاید آرزو دارین که یه شاهزاده ای با اسب بیاد
و شما رو ببره کاخ به بزرگترین کاخ برسون. ولی ترستون اینه که وقتی که میاد این شاهزاده به جاش چی باشه؟ مرتیکه باشه و بعدم شما رو نبره. درست میگم؟ درست میگین. آره. ولی من اون که نمیاد نزد که من ببینم کیه که مرتیکه است یا شاهزاده است. خودت گفتی تو خواب متوجه شدی که مرتیکه است، نه؟ مرتیکه که یه تیکه مرده که روی یه اسب نشسته دیگه. آها. ولی همین خوابو فقط میبینی؟ همینو. من یه عکس با هم دیگه بگیریم. چشم. خانم کته فرمودی؟ بله بله من کته. کته خانم خیلی خوشحالم از آشنایی. کلاه من نندازی. شیرینیمم که خب. چه پاپیون بنفش زده روشی. آماده این؟ عکس بر جانم عزیزه دارم. آماده؟ بله بله. خب به دوربین نگاه کن دیگه. آقا ببخشید. الان بده. بیا. آها. خوب بود؟ خوبه؟ بفرمایید. 100%. من عکس رو باید ببرم به چند نفر نشون بدم. الان خدمت شما میرسم. بسیار خوب عزیزه دارم. خیلی خوشحال شدم. منم خیلی خوشحال شدم. دیدن شما. قربونتون برم. خودمتون میشم. الان میام خدمت. خانم کته ها. ببینید چقدر جبانی. اوف. ایرج جان. به به ببین کی اینجاست. سلام ای جان ببین کی اینجاست. حال شما فرهاد جان، مامان جان، آیش جان. شما من قیمه هستم. قیمه خانوم. قیمه من دورو برد بکرم. من فدای شما بشم. قربون شما. چه مهربون چه ناز. آقای تماس نمیدین کجا هستن؟ حالا مامان تماس رو ول کن. تو حالت خوب هست؟ من بله خیلی ممنون. شما چطوری؟ فامیلات خوب هستن؟ همه خوبن بله. این بغل دستی اول دبستان خوب هست؟ بغل دستی اول دبستان هست؟ بله خوبه. این مهناز بردشوار شهناز خوب هست؟ مهناز برادر کی؟ مهناز برادر شوهر شهناز. مهناز برادر شوهر اگرم خواهر شوهر خواهر شوهره؟ همون. جاری وسطی غلامرضا خوب است؟ بله خوبه خیلی ممنون. شما چطوری؟ ببین مامان فراد از خونه اومدی بیرون در حموم واسه سوسی نیاد. بله بس. خب مامان جان جانه. چیز مامان بله. یه مشکلی دارم. بگو عزیز دلم. تو جون عزیز دل من هستی. بله. چای شیرین من هستی. من چای شیرین شما هستم. خب این تو چون با مورچه ها اینا مورچه فورچه ها بازی میکردی؟ آهای به گوش شما هم شنیدین من بچه شنیدم. بودم شنیدم همه شو راجبه تو من میدونم. خب این من یه بچه ای دارم. آها. این عزیز بیپناه منه. عزیز بیپناه شما. خب این بچه جا. منه. بله. این گل قلب منه. گل قلب شما شیطونه. ولی فراد جان هر کاری میکنم هموم نمیتونم ببرمش. هموم؟ مگس و همون معمولا آفرین عالیه. منم همینو میگم دیگه. همینو میگه بود. میخواد منو ببره همون. ببینی مگس ها خودشون اینجوری دستاشون اینجوری تمیز میکنن. خب این یک روغن ایجاد میشه. بعد اینجوری جاش تمیز کنم. بعد بالشون رو اینجوری میکنن تمیز میشن. آیش مامان مثلا گربه ها دیدین لیست میزنن خودشونو اینجوری تمیز میکنن. خیلی هم تمیزن جانم. این چرت و پرتا چیه میگی؟ همه باید برن هموم. مگس راستش من ندیدم تا به حال هموم آره. بره. میخوام من به هموم بالم خیس میشه اونجا. و وقتی سلام حال شما چطوره؟ بچه‌ها اینجا ماشاءالله. من دم در همین چشم بخود شما رو فداتون بشم. قربونتون برم. آقا بفرمایید. قربونشو شیرینی آوردم براتون. دستتون درد نکنه. تشریف بیاریم با بینندگان با تماشاگرانمون. آره ببخشید شیرینی آورده قبول. بله دستون درد نکنه. خیلی لطف کردین. بفرمایید تو بیا بریم. بالا من کج میشه قیمه. بالا تو میذارم رو گاز خوشه. بابا جان بالا رو گاز میشوشه که ببریم رو گاز. جانجون منتظر شما هستن تماشاگران محترم. جناب آقای فرهاد آیش خیلی خوشم. خیلی خوش آمدید. چرا آقای آیش میشه با بینندگانم این سلام علیکی داشته باشه؟ بسیار بسیار خوشحال هستم که امشب در خدمتون هستم. امیدوارم که همگی با هم لحظات خوبی رو سپری بکنیم. منم آرزوم. معذرت میخوام اینو برای شما یه خیلی مقدم این بچه ها آماده کرد. بیا جلو آخ جون فرهاد آیش آخ جون
داش 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 چرا همچین میشم من کج و کوله میشم من فرهادو میبینم چقدر خوشحال میشم من فرهادو میبینم چقدر خوشحال میشم من تشکر میکنم خیر مقدم عرض میکنم خدمت فرهاد ترین آیش و آیش ترین فرهاد very very welcome آخ فرهاد Yes. انگلیسی گفت نه؟ آره انگلیسی صحبت دوست دارم خودتون معرفی نمی کنید من ببخشید شاباش هست اسمم شا فامیلین باش شاباش yes. شما هم که آقای بنده هم دی جی هستم اسمم دی, دی فامیلم جی and my music is داود my expression داود جابری مثلا نه اسمش دی جی ما نمیدونیم موزیکش is my توجیه پلیجر آقا فرهاد I have a question He is have a question. اگه شما اجازه بدیم من بپرسم. خب شما انگلیسی بلد نیستید. اون عاشق اینه که با شما با من انگلیسی حرف بزنه. بفرمایید خواهش می‌کنم. First of all, you're very handsome, man. Thank you very much. You are very handsome too. Thank you. I have the same glasses as you do. Oh, really? Like few of them in my bag. گیلاس می‌خوام. گیلاس. What an honor. گیلاس. گیلاس نه. گیلاس هم میشه گیلاس هم میشه عینک. Yes, yes. I am bad. I am bad. خواهی حرف نزنی. آقا نزنه توی کمرش کنم. آقا بخاطر که همش رو اعصاب من پاتیناژ میره ایشون. Yes. Of اعصاب is پاتیناژ. ما بریم برای گفتگو. آقا فرهاد, is it true that you have a motorcycle? بله بله من have a motorcycle. تابستون پارسالم یک سفر بسیار جذاب. دو تا سفر بسیار جذاب. به شمال کشور داشتم از جاده هراس امسال بهتون قول میدم که اگر دوست داشته باشین پشت موتور سوارتون بکنم یا تو این چیز بغل بشونمتون really? ببرمتون بریم با هم دیگه یه سفر cool, Oh my God! I am very خوشحال. You're very خوشحال. Very good. Very good. Please, مارو توش نورس. بالچار. تو دوباره چی؟ بریم برای گفتگو. جانم بفرمایید. بفرمایید. راست میگن که اسم شما هست فرهاد آیش. آیا این راسته که اسم شما هست شاباش؟ دنگ دنگ بسیار. تشکر میکنم. من چون هنوز ارضا نشدم از نظر روحی روانی این بچه‌ها واقعا بچه‌های نازنینی هستن خیلی از آشنایی با شما خوشحالم مخلصی با خوشحالی قربونتون برم آخ جو مهمون اومدین بسه باشه خدا بفرمایید قربون شما تمومش مسک رفتش تمومش ساکت نمیشی تمومش میذارم تو دهنت تمومش کن با لگت بزنم تمومش کن باشه میزنم بزن بیا بزن بیا بزن که در انتقام هست اون بچه‌ای که گفتم که گویا اسباب بازی نداشته با مورچه‌ها بازی میکرده ما الان در خدمتشونیم آقای آیش عزیز که الان هنرمند بزرگی هستن آقا چی بوده ماجرا؟ نمیدونم از کجا شنیدید ولی بله من البته اسباب بازی داشتم اینو بره. الان روح مادرم از بهشت غمگین میشه که بابا من برای این کلی اسباب بازی خریدم ولی کم یه دونه کاخ داشتم از این کاخهای مثل مال رومی های قدیم دو سه تا هم سرباز داشتم و هر چند وقت یه بار اون در میآوردم میچیندمش بعد دو مرتبه جمعش میکردم میرم ولی بیشترین بازیم یکی با چیندن سنگای ریز خیابون درست میکردم و کوچه درست میکردم و اینا چه قشنگ و مورچه ها این خط و خطوطشون چه جاده هایی رو دارن از کدوم لونه کجا در میان گاهی اوقات یکیشون رو دنبال میکردم که میره کجا چیکار میکنه میره دون میاره یه جا دون میریختم اینا میمدن همه رو برمیداشتم میبردن یه موقع خطشون رو بدونی که آزارشون بدم پاک میکردم چون اینا یه بویی میذارن و از اون خط میره من اولین کتابایی که خوندم بعد از با سواد شدن به قول معروف مورچگان موریس متلینگ موریانه داشت و یه سری کتابای اینجوری داشت و یه بار که آمدن دیوارای خونمون رو رنگ کردن از این چیزا که سفید میپاچن
چیز. بعد گوشه های دیوار سیمان ریخته بودن. من آمدم خونه، دبستان بودم، تمام این سوراخ های مورچه ها گرفته شده بود و من زار می زدم که اینا همه رو به اون آقای که اینا رو رنگ زدم گفتم شما چرا اینا رو همه رو به کشتن دادین؟ که مادرم دیگه دایی مو صدا کرد، انقدر من احساساتی شده بودم. اومده گفتم آقا اینا لونه های دیگه دارن، اینا اون زیر یه امپراتوری دارن، ده تا خونه اون برتر هم سوراخ دارن، میان بیرون، خیالت راحت باشه. چقدر دوره قشنگه کودکی، نه؟ بله. پر از احساسه. شما هم که مرکز احساسیم دیگه. بله، ما همه میدونن که آقای آیش بنده مرکز مرکز احساسه. یعنی من تقریبا هفته یه بارو گریه میکنم. میگم خیلی احساس خوبی داریم. آره خیلی عالی. میخواستم خواهش بکنم که اگه امکان داره یه سوال از خودتون بپرسین، خودتونم جواب بدین. از مرگ میترسی؟ نه نمیترسم. خالی میبندی؟ نه خالی نمیبندم، واقعا نمیترسم. تو از مرگ نمیترسی؟ چرا؟ نمیترسم. پس میترسی؟ این دو تا شخصیتی که الان با هم صحبت کردن، یه آیشی بود که از یه آیشی سوال میکرد. بله. میشه یکیشونو با یه صدای دیگه بگید، یکیشونو با صدای خودتون بگید؟ یکیشون میخوایم مثل خودم جوون؟ بله جوون بازی بکنم. بله. یکیشون یکیشون مثل خودم پیر بازی کنم. چی بگم؟ با خودتون یه چیزی بگو عزیز دلم، یه چیزی بگو. چی بگم؟ راجب خودت بگو، بگو راجب خودت چی فکر میکنی. چی بگم؟ آدم راجب خودش چی بگه؟ نه میشناسی خودتو؟ معلومه که میشناسم، چرا نشناسم دیگه؟ کی بهتر از من منو میشناسه؟ مطمئنی؟ مطمئنم. مطمئن مطمئن تو خودتو میشناسی؟ خب معلومه که خودمو میشناسم. از مرگ میترسی؟ این سوال من یه بار از مادرم پرسیدم. خب. موقعی که ماهای آخر عمرش بود، خیلی به خودم سبک سنگین کردم و ازش پرسیدم که مادر آیا از مرگ میترسی؟ و بزرگترین آرزوم این بود که بگه نه. ولی متاسفانه نگفت، نه گفت میترسم. برای اینکه جزو چیزهای طبیعیه بدیهیه، آدم میترسم. من ولی نمیترسم واقعا، یعنی از دوره جوونی خودم رو با این مقوله اخت کردم، چون فهمیدم از همون دوره جوونی فهمیدم هرچی بیشتر مرگ رو بشناسی بیشتر لذت میتونی ببری، از بیشتر زندگی رو لمس میکنی. بله بله. با وجودت. درسته. لمس میکنی. بسیار عالی، بسیار درخشان و خوب. یه تابلو دارم میخواستم به شما نشون بدم. این خیلی سنگینه، هر بار من برمیدارم دستم در بر. میخواستم خواهش بکنم نگاه کنید این کفشا، چکمه ها، دمپایی. ببینید از هر کدوم چند تا هست توش. و بعدا میخوای از من بپرسی؟ بله بله بله. ای خدا من چه چیز بدیه؟ از من قرمزاریه بودیم. خب اون دمپایی و اون کفش قرمزا پوتینای بلنده. بله چکمه. خب خب اینا همش که بیشترشون شیشتاست که. خب هلا. یه کفش زنونه است، نه اونو ندیدم. خب اون هفته بود پوتین و کفش. بله 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 خیلی عالی. بگم میخوای بری یه جای دیگه برگردی؟ آره فعلا بی خیال کفش. آره بلا فاصله شده که همه میگن. آره میخوام ببینید چقدر حافظه دارین. و آقای آیش میخواستم یه اگر ممکنه یه پنج تا کلمه به من بگید که خیلی دوستشون دارید، یعنی میشنوید خوشحال میشین، کیف میکنین، این کلمه براتون بامزه است، جالبه، دوست داشتنیه.
چیزای کلی عشق بگین مشکل نداره. آرامش بله. هیجان بله خوبه. سه تا کلمه. زندگی بله. همسر پنج تا شد. پنج تا کلمه من میخوام خواهش بکنم بگین که بعدتون میاد میشنوید ناراحت میشید. مثلا یکی به من میگه خفه شو، مثلا یک کلمه است. نه این من اونقدر ناراحت نمیکنه. خیلی خوب. ولی دروغ یکیش باشه. دروغ. جنگ بله. تنفر سه تا شد بله. متلک چهار تا شد. یه دونه دیگه هم بگید ممنون بشم. یه چیزی هست توی قرمه سبزی، شنبلیله خیلی بد بوه. شما دوست نداری؟ بله، بعضی هم خیلی دوست دارن بوشو. آره. مثلا میگن میخور آدم، وای بوی قرمه سبزی بوی. آره. شنبلیله. متاسفانه من دوست دارم. شما هم دوست دارید؟ متاسفانه من دوست دارم. میشه با این کلماتی که گفتین، خوبها و بدها همه با هم، یه مطلب برای ما بگید که توش این کلمه ها باشه؟ من وقتی که تلویزیون نگاه میکنم و اخبار بین المللی رو میبینم، چیزی که توش نیست عشق، آرامش، هیجان خوب زندگی رو دارم میگم. بله. و زندگیه. بله. اما چیزی که توش هست تنفر، جنگ، دروغ اول بعد میگفتم. مهم نیست. و متلک هم میگن. بسیار. و شنبلیله هم نمیگن. خیلی خوب. اینو میتونی تو سریع ترین شکل بگی؟ سریع ترین شکلش؟ آره، یعنی ببینیم چقدر انسان فکر بکن. مثلا شما یه ماشینی داره دور میشه، شما سریع باید بگی تا این دور نشده به اون مثلا شخص برسونی. آره. وقتی من دارم تلویزیون نگاه میکنم. وقتی من دارم تلویزیون نگاه میکنم و اخبار بین المللی نگاه میکنم، در هر تلویزیونی چیزی که توش نمیبینم عشق، محبت، دوستی، آرامش و هیجان. و در عوض وقتی که میبینم این چیزایی که میبینم فقط دروغ و تنفر و جنگ و شنبلیله است. شنبلیله دروغ گفتم. رفتش خیلی عالی. این معرفت. یه بازی ما میکنیم به نام چهار حس که در حقیقت اون سه تا حس معروف وجود داره تو، شادی و غم و عصبانیت. آخ عصبانیتش خوب نیست. آره، ولی خب جزو احساسهای بشری. آره، جزو احساسهای بشریه دیگه. یه چیز دیگه ای هم من گذاشتم به نام بی‌حسی. خب که چی حالا؟ آره نرجی برام نه. حالا بس چی داری میگی؟ آره. حالا چیکار کنم؟ من اومدم برای من چه؟ آره من میخوام برای بلمون کن بابا. حالا اینا رو چیه اینا؟ برای اینا یه نمونه هایی گذاشتم. اومدم مثلا برای شادی، برای حس شادی ما قند رو گذاشتیم که چون شیرینه شاد داره. برای غم خرما رو گذاشتیم. خرما؟ من رسم مثلا گریه و زاری معمولا فشار میفته. شیرین خودش فشار میفته معمولا میخورن که تنظیم خاطر اون نفس. آره. خرما میدن. خرما به خاطر همین توی مراسم استفاده میشه. مرگ و اینا. آره. خب و فلفل این که دیگه همه میدونن فلفل عصبانیت و تندی و تیزی و ایناست دیگه. ماست هم گذاشتم برای اینکه همون بی‌حسیه رو در بیاریم. آه مثلا اینکه یه رو ماسته بود. یعنی حالا انقدر توهین نباشه بهش. نه بابا ماست گرامی. ببین این اون فلفل رو بده به من بریزم روی این ماست. تازه بشه. یکم هم شنبلیله بهش اضافه بکنم. ببین چی بشه. یک چیزی در بیاد با خورما بخوری کیف میکنی. این مطلبی که شما گفتین چیدمانی که داشتین کلماتو گفتین توش. میخوای من دنده عقب برم اونجا دو مرتبه؟ آره میخوام خواهش بکنم اون مطلبه رو بگی. خدا بگم چیکار کنم. تو با یه دونه از این حس و هر کدومش رو انتخاب میکنید، فقط میخوام حسم بهش اضافه بشه. آه عجلم نده. حال بکنیم باهاش. بله. یا عصبانی. بعد عصبانی باشیم این چیزا نیست. عصبانی بریم ببینیم چی میشه. آره بریم.
من وقتی که تلویزیون رو روشن میکنم تو هر جای دنیا اخبارش رو نگاه میکنم، چیزی که توش وجود نداره عشقه، چیزی که توش وجود نداره آرامشه، چیزی که توش وجود نداره هیجان زندگیه، چیزی که توش وجود نداره زندگیه. در عوض هر چی که هست جنگ و دروغ و متلک و شنبلیه و ترسیدم. خیلی درخشان بود. خب ممنون از تو. با یه حس دیگه میتونیم بریم. مادر خدایا من از دست این تماس دیگه وقتی منو به چه روزی آدم استاد بازیگری میشه همینه دیگه، گرفتاری هم داره. آره آخه میخواستم با ماست برم ولی اینقدر لب و لوچ هم بازه با همون لب و لوچ باز بزن با قند بریم. با قند بریم. بریم. میدونی چیه آی تماس و عزیز؟ وقتی تلویزیون رو روشن هر جای دنیا یعنی ردخور نداره، اخبار بین و ملری نمید، چیزی که وجود نداره عشق و محبت و آرامش و هیجان زندگی و خود زندگیه. درسته. و در حفظ تو دلت میخواد دروغ، تنفر، جنگ و حالا متلک رو دیگه متلک هم میگه این متلک. بله حالا شنبلیله. خب آیه آیس اینو دو تا رو خدا دیگه درش نیاری. نه نه اصلا بسته اون نیست، اتفاقا میخوام همینجا یه استارت یه استاپی بکنیم، یه ایستی بکنیم به قول معروف. این که گاهی وقتا ما با یه کسایی حرف میزنیم حسشون شاده ولی حرفشون بده، یا یه وقتایی عصبانی یه نفر حرفای خوب میزنه ولی عصبانی میگه، بنابراین ما نمیفهمیم این منظورش چرا اینجوری به ما میگه. مثلا تندی به یه نفر میگه دوستت دارم فلا با. خب چرا اینجوری میگه؟ قشنگ آره یکی بود میگفت به عاشق به معشوق میگفت الهی بمیری که دیگر بدانم کجایی. این حس من نمیدونم عشق تنفر کدومه. برخورد داشتیم با این افرادی که مطلب خوب داشتن ولی حسشون بد بوده؟ بله. مطلبشون خوب بوده ولی حس رو بد منتقل بله. مثلا من خیلی وقتا دیدم که با ما فرم ماست بوده ولی محتوا مثلا قند بوده. زنده باشه، یعنی جوک تعریف کرده ولی با بی‌حسی. آره. کامل. آره و من فکر می‌کنم فرم خیلی مهمه. آره نوع بیان خیلی بی‌حس، چون توی هنر محتوا نیست که در واقع حرف آخر رو میزنه. به خاطر اینکه ما از قدیم تمام نویسنده های ما راجع به بی‌عدالتی گفتن، امروز هم میگن راجع به عشق گفتن، راجع به عشق گفتن بازم میگن. کوزه رو طبیعت بیجان رو قدیمی ها رامبراند کشیده، پیکاسو هم کشیده، همه کشیده. ولی چیزی که ما تاریخ هنر رو توش می‌بینیم تفاوت گویه چگونه گفتن احساس. و چگونه بهش برخورد کردنه و این خیلی مهمه. جالب. آیا امکانش هم هستش که این رو به کنترین شکل بگید؟ حوصله دارین؟ آره حوصله داریم. مخاطبمون هم حوصله داره؟ بله شما رو دوست داره. من رو دوست دارم؟ بله تو رو خدا. بله چقدر به اندازه نصف اینکه شما رو دوست دارم من رو دوست دارم. قربونتون برم، مخلصم، قربونتون. نه من موضوع رو عوض کنم پس مثل اینکه داره خطرناک میشه. شما به من بفرمایید که توی این تابلویی که دیدین چند تا چکمه بود، چند تا کفش مردونه بود، کفش زنونه بود، یکی که یادتون هست ببینیم وسط این شلوغی حافظتون چجوره. کفش قرمزا چی بود؟ کفش قرمز، چکمه قرمزا. چکمه قرمزای کوچولو بود؟ بله، چند تا بود؟ پنج، شش تا بود؟ شش تا، بله، بله. چکمه زنونه چند تا بود؟ چکمه زنونه درازه بود، زیاد بود. آره. ده دواز، ده تا، نه تا اینطورا بود. ده تا یا نه تا؟ نه تا. نه تا. کفش زنونه؟ شش تا. پاشنه بلند، شش تا. کفش مردونه؟ مشکلا شش تا همه شش تا بود، یکم هفت تا بود. دمپای راه راهه؟ نه دمپای شش تا بود، کفش زنونه هفت تا بود. خیلی عالی. درست گفتم یا نه؟ نه به ما اصلا مربوط نیست، مسئله شخصی. بس چی مربوطه؟ شما خودتون با خودتون ببینید. یک و دو و سه و چهار و پنج و شش تا کفش قرمز. من نمیدونم چند گفتم، شش تا.
دمپایی 1 2 3 4 5 6 7 تا. دمپایی رو گفتم 6 تا، کفش زنونه رو گفتم 7 تا. ببینید که کفش زنونه چند تاست؟ 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 جفتش 7 تاست، ببخشید. پس یکش غلط گفتم. کفش پوتین 1، پوتین قد بلند 2 3 4 5 6 7 8 9 تا. 9 تا. دیدین آقا حافظتون خیلی خوبه، اینقدر راجع به خودتون بد میگفتین. من میدونین پرسیدم از یه متخصص راجع به حافظم، گفتم همه چی یادم میره، اسم ها یادم میره. البته این یه چیزیه که خیلی الان متداوله، من میگم به خاطر سرب توی حواس شهرهای بزرگ کلان شهرها میگن این موضوع رو داره. گفتش که نه تو آلزایمر نداری، برای اینکه دیالوگاتو یادت نمیره و اینا. شما خیلی خوبه وضعتون، هیچ مشکلی ندارین. اینی هم که داریم در حقیقت ما این کار رو انجام میدیم بابت این استش که یه یادآوری بکنیم به هممون که چرا بعضی وقتا ما حافظه تصویری نداریم. مثلا میریم یه جایی و یه مثلا غذایی خوردیم یا نمیدونم یه کسی یه لباسی پوشیده، یادمون نیست. بله. خیلی خستتون کردم. میخواین یه میوه چیزی میل بفرمایید؟ آه معذرت میخوام، الان یه نمایش میخوام برای ما اجرا بکنم. سلام به دنیای خیال انگیز عاشقانه ها، خوش اومدین. امشب قراره که با همدیگه بریم به خونه ایرج و مهین که توی خونه شون یک گوشه یه تاخچه دارن که روی اون یک ترمه زرشکی رنگه و سمت راستش یک گلدون چوبی که توش مهین خانم گلهایی که آقا ایرج براش تا الان خریده رو گذاشته و خوش کرده اونجا یادگاری نگه میداره. یک سمت دیگرش هم یک شمدونیه با 4 تا شم و یک آینه کنارش. بله، صدای قلقل آب جوش توی خونه شنیده میشه و بوی چای تازه دم خونه رو پر کرده. بریم با هم دیگه تماشا بکنیم خیاط عاشق رو که نوشته علی زرمهری و سمانه نجفی و میلاد خلیلی اون رو بازی کردن. با عشق تماشا کنیم. مهین، مهین جان، من اومدم. نه زوده، میذاشتی یکم دیرتر میومدی. باور کن همه شخصی اینه، انقدر ریزکاری ها زیاد بود پدرم در اومد. ایرج، ما خودمون جا نداریم تو خونه، یه وجب خونه است. برداشتی لباسای مشتریات هم آوردی خونه؟ این یکی فرق داره مهین جان، سفارشیه. خب سفارشی باش دیگه، تو خونه آخه. صاحب این یه خانومیه خیلی رو لباس حساسه. صاحبش خانومه؟ میگم پیرم مردونه انقدر بلند نمیشه، چقدر هم پوشوندیش. دوست داری ببینیش؟ نه دوست ندارم، کلی هم کار دارم. حالا یه دقیقه بیا ببین، بعد برو به کارت برس. باشه، فقط زود نشون بده. یا ببین چه کردم. ایرج لباس عروسه، خوشگله نه؟ خیلی قشنگه والا. مال کیه این؟ یه لباس عروس مردونه دوست برای مهین خانوم. مال منه؟ چرا حالا دورت بگردم؟ خیلی قشنگه، خودت دوختی؟ ما که عروسی درست حسابی نگرفتیم. لباس عروس شما هم که یه چادر سفید بود. پیش خودم همیشه میگفتم من اینا همیشه به شما بدهکار بودم. بدهکار چیه؟ تصدقت، قربونت برم من. خیلی قشنگه والا، چه چینایی هم داره. اینا رو از کجا یاد گرفتی؟ این پیرزنه هستش، سر خیابونمون خیاطی داره زنون دوزه. ای زنگ میزدم خانم جمالی الان باید یقش رو چیکار بکنم،
وای آستینش رو چیکار بکنم؟ اون برشون موندم. خانم جمالی این چینای پایینش رو چیری درست بکنم؟ یه بار عصبانیش رو دازد آقای سعادتی اون لباس رو بیار خودم میدوزم. گفتم نه الا و بلا لباس مهین خانوم رو خودم باید بدوزم. قربونت برم من، دیدم بنده خدا رو این چند وقت هر بار تو نونوایی میبینم و یه جور دیگه بام حال احوال میکنه. البته چیزی نگفت بهم. تازه این که آخرش نیست. آره. یه دست کوچی الوار شیکم برای خودم دوختم، بعدم میریم عکاسی چند تا عکس قشنگم میگیریم که هم یه آلبوم عروسی خوشگل داشته باشیم هم لباس عروس. عکاسی ابراهیم آقا میریم؟ هر جا که شما بخوای. ایرج جان میگم آ برام حلقه هم میخری؟ حلقه؟ شما جون بخوا، این حیات و اون حیات میپاشن نقل و نباد، این حیات و اون حیات میپاشن نقل و نباد، رو سر عروس و دوماد بادا بادا مبارک. بله این هم از قسمت عاشقانه ها. آقای شما چی نظرتون درباره عشق چیه؟ چگونه باید بروز بدادم؟ چجوری باید نشون بده؟ بهترین بگه. به هر حال خیلی وقتا بعضی وقتا میبینیم که توی زن و شوهر میگه چون به من نگفته من پس منو دوست نداره. و خیلی راه هست، نگاه، رفتار، منش، اما این باعث نشه دیدن این و نشون دادن این باعث بشه که حالا همه تنبل بشن که بگن که نه پس من نگم. آره. گفتن خیلی مهمه. بله. بله. سلام. بله این کلاه منه؟ کلاه شماست؟ آره کلاه؟ سلام این بچه ماست. آه شما این بچه ماست. آره آره اینجا هست. سلام. سلام شما آقای تماس ما میشناسین پس؟ چرا؟ برای خاطر اینکه دم در من ازتون پرسیدم اینجا آدرس آقای تماس به گفتی تماس بگه کیه؟ آقا اون موقع گل نخرده بودی که گل آقا گل بخره من بهت میگم تماس کداست. یعنی اگه کسی گل بخره آدرس رو میدی، اگه کسی گل نخره آدرس نمیدی؟ آفرده آفرین یعنی چی؟ بچه باید میگفتی که کجاست؟ چرا؟ الان دیگه میگم بس تماس اینجاست. تماس این آخه نه به من میگه که این کیف منو بده من. نه کیف آقایی کیف من عزیز دل من کیف آقایی من گذاشته بودم روی میز. کلاش هم بده. نه چرا؟ کلاه منه دیگم. چی؟ کلاه منه. مال تو نیستش؟ نه کلاه منه عزیز دلم. نه من هنوز مشکلم حل نشده. تو وقتی میگی تماس دیگه کیه؟ چون من گل نخریدم میگی تماس دیگه کیه؟ آفرین. اسمت چیه؟ آیش، فرهاد آیش. آخرش؟ فرهاد آخرش؟ آخرش نه، فرهاد آیش. آیش فرهاد آیش. آیش گلو پس میخریدم میگفتی اینجا همین در خاکستریه؟ تو مگه آدم باشعوره نیستی؟ چه طرز صحبت کردن قشنگ صحبت؟ تو بگم بیشعوره؟ نه نه بگو باشعوره. نه باشعوره. بگم باشعوره. آی بابا شما کلاه منو بدون اجازه چرا برداشتی پسر عزیز من؟ اول اجازه بده تکلیف قبلی رو معلوم کنم. تکلیف قبلی تو وقتی میخواد بره یه جایی باید گل ببره. آها چون من برای میخواستی میاد تماس ببینه چون گل نیاوردی براش. خب شیرینی آوردم برامو. شیرینی تو کیفم؟ شیرینی چیه بابا؟ باید گل بیاده. نه نه هر کسی یه چیزی دوست داره میاره. خب بعدم اگر نیارم وقت تو بعد به من آدرس غلط بدی پسرم. شما بیه جلو فراد. بله چی بله؟ آره. عزیز دلم میتونم ازت خواهش بکنم؟ تو خیلی نازنینی. اون چشمای تو را آدم نگاه میکنه آدم کیف میکنه. قربون اون شکلت برم. نه نه من قربون اون شکلت برم. خب خب حالا کلاه منو میدی عزیزم؟ قربون اون شکلت برم. میدونم منم نمیدم عزیزم. آه من قربون تو برم. بده کلاه رو بده بازه بابا بیا کلاه خود. نه نه کلاه من عزیز دلم. کلاه منه. بعدم من حساسیت دارم نسبت غمگین شو. بیا بیا حالا کسکی میزاستی این کلاه برای من باشه. ببین عزیز من
میدم، من این کلا رو میدم بذاری سره. چه قصه‌ای داره میخوره. ببین بچه کلا مال تو نبوده که. تماس شما بله. اینقدر خودت نخود هر آشو نکن. میگه به خودت نخود هر آشو نکن. تماس صحبت کن. بله. یا کلاشو ازش میگیری. خب. یا همینجا بلند داد میزن گوشتو بیا. نه اینا رو نگی یا. پس کلاشو بده به من. نه کلا خودشون. پس تکلیف من یا فاشو بدم یا کلا رو بده. ببین کلا خودشون آخه من نمیتونم که بخوام. حالا میخواین یه دقیقه بدیم من میدم ولی آخرش یه دقیقه. یه دقیقه در موقع رفتنم گل میخرم عزیزی دلم. یه دقیقه میذاریم سرت خب بعد اون وقت خودت چه پسر نازم بذار به ما بده. آفرین. خب من کلا خودمو میدم به تو فرات. کلا تو کلای چیه؟ ها یه کلا خودش کلا داره خه. آها میخواد کلای خودشو بده. آره میخواد کلا خودشو بده. بله فرات. خود بده بس. خیلی خوب. کلا من مال تو. نه من این کلا دست من، اون کلا هم دست تو. موقعی که خواستیم بریم من کلا رو میدم، این کلای تو رو میدم. دیگه مسخره بازی در نیاد اینجا. یعنی چی مسخره بازی میگه در کلاشو میخوان. این مسخره بازی. من کلامو دادم به اون. ببین من این کلا رو پس میدم، کلای تو رو میگیرم، گل میخرم میرم خونه. خوبه؟ اصلا با این آدم بزرگا نمیشه حرف زد. بچه اون کلا برای سر شما بزرگه، این کلا برای سر شما کوچیکه. خیلی رو مخت. بله؟ جفتتون خیلی رو مخت. بی مخی ما. رو مخه چیه این؟ چه طرز صحبت کردن نسل جدید؟ خدا به صبر بده آقای تماس. بچه این کلا رو بده. آفرین. خب کلاه خودت هم بذار من بهش بدم. این کلاه تو برای خودت که خیلی هم قشنگه، اون کلا رو به من بده. فرات فرهاد جانم قربونت برم. من قربون تو برم الهی، قربون اون چشمات برم. من قربون اون چشمات برم. آره فرات موقع که اونجوری حرف میزنی دل من چرکین میشه عزیز دلم. فدات بشم. من فدات. پس دیگه گیر نده به این کلاهت. نمیتونم برای اینکه اون کلاه اون کلاه ببین از مادر نذارده کسی بخواد نه حرف بد نه حرف بد اینجا نه. کلاه رو خانومم برام خریده بعدم آره الان افتاد زمین خراب میشه. برو برش دار. برو برش دار. افتاد پایین رو زمین. بله. خب تو مرام من است. تو مرامش نیست. بیا عزیزم بیا بگیر بابا بیا. خب از اول بگو اینو خانم هم داده دیگه. خیلی 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 ببینم. بیا بفرمایی من کلای خودت که خوشگل بشی. خب خیلی خوشحال شدم. فقط خواهش میکنم دفعه بعد یه مهمون اومد آدرس بده چه گل بخره. شانس آورد خانمت کلات رو بهت داده و جانه اینجا دیگه رنگ کلات هم نمیدادی. ولی شانس آوردم که خانم هم این کلا رو بهت داده. ولی دم در ور میستم. آها شامتا که خوردی خدا حافظیاتا که کردی خواستی بیار بیرون. خب گل از من نخری کلامو میره تو هم. کلامو که میره تو هم که هیچی. خب کلاتو که میگیرم هیچی. هیچی. کتت هم میگیرم هیچی. خب شلوارت هم میگیرم هیچی. نه بابا از پیرن زیرت هم میگیرم هیچی. خیلی خب برو دیگه اینقدر تهدید نکن. برو به این میگن کلا برداری ها. آره نه این که بچه خوبه. خالی فرات خیلی بچه خوبیه. خدا در کل حال کردم باید. در کل حال کرده باشه با مرام. آره با مرام هم من خیلی خدافز. من خدافز تو هم خیلی با مرامی. خودت با مرامی. خیلی فقط یه وقتایی تند حرف میزنه هر کاریش میکنم خیلی کوچولوه که بهش بفهمونم که ببین این حرفایی که بیرون میشنوی حرفای خوبی نیست. من بیرون بعضی بد حرف میزنن درسته؟ چی داری میگی تو الان من نمیفهمم. ها مثل همیشه که شما میگیم. خب بزرگترها وقتی که بد حرف بزنن انتظار دارن بچه ها درست حرف بزنن و از بزرگترها یاد میگیرن. میگن تربیت هستن مثل این که میگن اول پدر مادر باید خودشون رو تربیت کنن. بله بچه خودش تربیت میشه. یه چیزی شنیدم. با برو دیگه. سلام سلام عرض کنم مجدد. مشتاق دیدار. مشتاق دیدار به شدت. سلام آقا فرهاد. سلام عزیز دل. خیلی مخلصی. خیلی مخلصم. آقا فرهاد جونم شاین آن ویت بی بند و بال جوسز. یس چش. ولی شما چرا اسم آب میوه گیری
فروشیتون رو گذاشتین بی بند و بار. حالا کاری ندارم که آب میوه فروشی توی خونه کی تا حالا سود برده که شما میخواییم ببرید؟ ما جان، ما بردیم. ببین هیچ کس تو خونه کار شغلی نمیزنه، میره بیرون یه جایی، یه مغازه. همیشه شروعی برای کاری هست. آقا ایوچ همیشه میشه از صفر شروع کن، از تو همین خونه شروع میکنیم دیگه. احسن دوست خوب. کار خونگی میشه حالا تقدیم کن، تقدیم کنیم بس تموم شه. بذار من یه دونه یه خورده جلوتر بریم، ما خونه میندازم بیرون. اومدیم مثلا هدیه بدیم به جای خوبی. آفرین، ممنون. هدیه است اورنج جوس تقدیم به شما. خیلی ممنون. آب میوه طبیعی از بکرترین کوههای تهران. بله، فشار داده شده از پرتغال. به به، پس آب پرتغال. خیلی ممنون. فقط جسارتاً ببخشید چون ما اینو تو فاکتور رد کردیم و دیگه الان حسابو بسته شده، ما مجبوریم پولشو بگیریم. اصلا ما صندوق هدیه رو دادن ولی مجبورن پولشو بگیرن. نه اونو من حساب میکنم. اونو من حساب میکنم. حساب نداره آقا تماس. نه اونو من خب شما حساب میکنید. ممنونم. خیلی خوشحال شدید. خجالت میکشید. نوش جان بفرمایید خوش ببرید. خدا نگهدار. خدا نگهدار. خدا چه بچهای با محبتی. آره. دوست داشتن شما را. خب میدونین به هر حال اولش تو خونه شروع میکنم، بعد میبینن فروش نمیره، میبرن بیرون. میتونم برن با همین بچه که گل میفروشه برن بیرون، برن اونجا بفروشن شو، بعد برن خونه. جانم چی شده؟ یه لحظه فراموش کردم، این هم آب موخیتوه. آب موخیتو؟ بله بله، یه تو فاکتور خیلی بود، ما یادمون رفته بود که تقدیم به تو بکنیم. یعنی اونو پولشو حالا آقا تماس بده، اینو تماس حساب میکنن دیگه. اینو ولی دیگه هدیه است دیگه. بله، اگر نخواستید بخودی تو موتور زردو بود که دادی جای بنزین میتونید بریزید. آه میگه اینو بریز توی موتور. آقای تماس حساب میکنن. مخلصم، خدا نگهدار. مگه اینم میخوای، اینم میخواد حساب بکنه؟ شما با موسیقی چی؟ ساز و اینا هیچ وقت زدیم؟ من نه، نه ساز نزدم اصلا. یعنی هیچ وقت پیش نیومده؟ نه. تو کودکی هم تو؟ تو کودکی یه مدت برای من یه دونه آکاردئون خرید. افسوس، بحث ساز شد، من گفتم ورود کنم با یک آب زرشک جانانه. زرشک؟ زرشک تقدیم به شما. خیلی ممنون. آب زرشک خوش رنگ خوب. البته اینم جز فاکتور به هر حال رد شده بود، فکر نکنید رو دست ما باد کرده. خیر بله، حالا مسئله نیست، حالا مسئله نیست. آقای تحماس حساب میکنن، همه حساب میکنن. خیلی ممنون. یه موقع فکر نکنین این رو دستشون مونده، نه این رو دستشون مونده، نه این رو دستشون مونده، نه خیلی شما هم پرداخت میکنید. مثلا رو دست اینا مونده. خیلی خب فهمیدم. آره من میگم چرا اینقدر با محبت شدن. میگم آق ایویچ، بله آق ایویچ، آق فرداد، یه چیز دیگه فقط ببخشید تو فاکتور مونده بود. یه آب منگوی سبزه. آب منگو که یه محله است عزیز دل من. نه آق فرداد، آب منگو. آب منگو. آب منگو. آها منگو. انبر میگه. انگلیسیش خوبه بچه. آخ لیموناد، لیموناد درجه یکی پرتغالی. ای بابا گرفتارش. تقدیم به شما. خیلی ممنون از لطف شما. اینم رو فاکتور پس اضافه میکنیم. اینم تو فاکتور. نوش جان، نوش جان، متشکرم. بعدی رو ببینیم. نکنین. ای بابا بفرست آقای آیشمن. مذارم خواهی میکنم. نه تحماس حساب میکنید. فقط اینا رو سریع بخورین چون همین الان هست. چش بفرمایید. تشکر میکنم. قربون شما. خدا نگهدار. خدا نگهدار. بای بای. خب بفرمایید بریم برای شام. خیلی ممنون. خوبه انداختین بهشون حسابی. یه انداختین بهشون. از خاک بلند شدی. خیلی خوب انداختین بهشون. یا واقعا برای سیبی خوبه من. یا یه جامون. عزیزی بی فرام بچم از صبح تا شب تو تنوره، از شب تا صبح تو آتیش می سوزه. منم خیلی ناراحتم، زانومو بغل گرفتم. من خیلی دلم قصه می خورم. نوروز رفیق منه، داداش منه. منم خیلی ناراحتم، زانومو بغل گرفتم. منم خیلی ناراحتم.
منم خیلی ناراحتم، زانومو بغل کردم. ای جان قیمه، چجوری تحمل میکنی تو آتی؟ منم خیلی ناراحتم، زانومو بغل کردم. دیدین کار میکنه اینجوری لپاش قرمز میشه؟ منم خیلی ناراحتم، زانومو خیلی بغل کردم. ای به فدای لپ قرمزت نوروز. میسوزه بچم، بچم میسوزه. منم خیلی ناراحتم، زانومو بغل کردم. قیمه فضای اون دونه های عرقت بشیم امار. منم خیلی ناراحتم، زانومو بغل کردم. دست کن دیگه بابا، این زانومو بغل گرفتم، زانومو بغل گرفتم. نگاه کن من چقدر زانومو بغل گرفتم، خیلی ناراحتم. چه زانوتونو بغل گرفتم؟ چرا گریه میکنی؟ چرا ناراحتی؟ چی شده؟ ناراحتیم خیلی. برای چی؟ آقا نوروز، نوروز آقا. چی شده؟ من خیلی ناراحتم، زانومو بغل گرفتم. بله گفتی. تماس بچم تو آتیشه. یعنی چی تو آتیشه؟ کار برم بچم از شب تا صبح داشم تو آتیش میسوزه. خب کارشه، شغلشه. آدم از سرما بمیره ولی از گرما نمیره. خب کارشه. منم خیلی ناراحتم، زانومو بغل گرفتم. تمام. خیلی خب دیگه، ای زانومو بغل. تکرار میکنه. ببینید این کارش جلوی تنوره دیگه، کارش نمیشه کرد. مثلا انگار تو تنور کار میکنه. مامان شبو میگیم بچم از جلوی تنور میاد یه ذره خنک بشه. کولرش خرابه، تو آتیش میسوزه. راست میگی، این کولر اتاقش خرابه. من هر کی آوردم نتونسته درست بکنه. کار نمیکنه. گرمش ها. اینجوره. شماز. بله. من خیلی ناراحتم، بی خودم تو زانوم رو بغل گرفتم. بچه بل کن دیگه، زانوتو بل کن، زانوتو نمیخواد بغل کنی. آخه راحت تو نشستم خیلی حال میدم. آه حال میده، خیلی خوب. آبنابا. خیلی خوب. من میگم که شما به جای اینکه یه وقتی یه مشکلی یه نفر داره، به جای اینکه گریه زاری بکنی، یه فکری براش بکنی. تماش من علنگو دارم یه دونه. خب. این علنگومو میفوشم برای این بچه. این میشه قیمه خانوم. ببین چقدر خانم خوبی. یه علنگو میفروشم براش پنکه میگیری. من هم میتونم یه کاری بکنم. من یه کاری کوچیک از دستم برمیاد. حقوق این ماه همو میخوام بدم که نوروز پنکه بخرم. شما چی؟ همین الان داشتم به همین فکر بودم. آقا من جهیزیه خواهرمو بدم برای نوروز، کولری، یه پنکه، یه چیزی بخرم براش. نه هیچ که نمیخواد کار بکنم. چرا؟ من قلقمو آوردم. کو؟ همه پولامو بدین، یه پنکه بخریم برای نوروز. ای جان قیمه، آفرین، آفرین، آفرین. بچه ای ببینم قله قلکش آورده. چهار صد و پنجاه هزار تومن پول توشه. ببین چیه، ببین پول توش هست. دستم افتم بگیدین. چقدر؟ چهار صد و پنجاه هزار تومن. آقا خیلی بهتر که یه پره پنکه بتونیم بخریم، کلا 5000 تومان هم نیست. سیروز تا حالا دندونات رو ریختن تو معدت؟ ها؟ چه بچه‌ای، چه بچه‌ای خوب. ببین اینا بچه خوب کسیه که به فکر کسانی که تو اطرافش هستن. آفرین. خیلی ناراحت بودم. سیروز بمیره براش. چرا من چرا؟ خب سهلا بمیره براش. من چرا؟ خب قیمه بمیره برای من. چرا مامان؟ خب خود نوروز بمیره برای نوروز. اصلا چرا بمیره؟ خب همین که تو این فکر رو کردی فکر قشنگی بوده. پولامونو بذاریم رو هم دیگه براش پنکه بگیم. من که گفتم آقا حاضرم پول جهیزی خواهرامو بدم. خسته نمیشه. سلام علیکم. به 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 پنکه پنکه خریدم. آه پنکه خریدم. پولدار شدی؟ ها یک پولی داشتم برای خودم پنکه خریدم. یک سوال فقط داشتم. این یک راست ایجوریه. ایجوریش کی میشه آقا؟ چیکار کنم ایجوری رو بکنم؟ دکمه داره میزنیم دکمهش. کدوم یکی از اینا بلدیم؟ میگم حالا سر پس فرصت. پس ما داشتیم خودمون رو میکشیم برای تو مامان. خوب شد حقوق اینا همه داشتن با هم دیگه میخواستن پول بزنن برای تو پنکه. والله کمو پس بده. بده. قربونت برم ما. لازم نکرده. نشتم ات گه. من مخواستم پول جزی خوهرامو بدم به تو. شما مخواستی بگیری؟ قیمه خانم خاک با تو. ای جان قیمه. نه خودم رفتم گرفتم دیگه. چه کیفی داره وقتی همه با هم شکل میشه. هر شب یخ بزنی. نه دیگه. چه خدودو؟ نه فاکتور شما با هم. پانزده و پنده آزا.
چی شد ماما؟ چی رفت؟ هیچ باز بیا با پاش میزن اره نگاه که این خرید چیه؟ چی شد؟ چقدر تو خنگی؟ چرا؟ 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 آقا آدم پنجه رو انقدر میخواده؟ ببینم من چقدر شده ماما؟ همه اینقدر دیگه انقدر خریدی؟ بابا تو خیلی دیگه نگاه کن نه نه نگه 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 مامان ببینم ببینم شایل مغز تو کلاش نیست نه ایجوی نگین با آدم یه حرفا بر مخورم من زنه همه انقده همه چیز گرو رفته یک مقدارم پنکه گرو رفته گرو رفته بابا واقعا شور اقتصادی نداد بابا نه اجری حرفا رو میزنین با آدم بر مخوش چقدر بر بخوادم واقعا شور اقتصادی نه اصلا ای کار کار خوبی نیه سویلا خانم ای کار که به یک آدمی میکنی به او آدم بر مخوره این همه رفتی پول دادی تو واقعا عقد و کلت نیست وقتی به یکی میگین عقد و کلت نیست خیلی ناراحت میره خب چکار کنم؟ این حرکت خیلی بده سویلا خانم به یک آدم این کار نباید بکنه من یه چیزی کوچیک بگم ها بگو شما اگه پنکه میخواستی میرفتی تو یه دونه اپلیکیشنی هست به نام تورو اپلیکیشن خب. میرفتی تو اون سایت خب. آهان خب. تو این اپلیکیشنه میاد همه قیمت فروشنده ها رو میذاره مثلا فلانی انقدر گذاشته فلانی انقدر گذاشته فلانی انقدر گذاشته فلانی خب بعد تو اینا رو میبینی تو این اپلیکیشنه تورو خب میخوام حالا بذار صحبت میکنه حالا نخواد دیگه یک دقیقه تروب نخواد خب شاید نخواد اصلا از این سایت مای تا بخواد نه بعد تو میای میبینی از همه ارزون تر کدومه از اینم ارزون تر که دیگه از اینم ارزون تر الان من یه دقیقه صبر کن میزنم یه دقیقه صبر کنین اما زدی پنکه ببین کومشه ما ببینو نه تو ببین تو این قیمت رو با این قیمت مقایسه کن کومشه ببینو این قیمت رو با این قیمت مقایسه کن خب اصلا ارزون خب ببینم چقدر به من داختن همین رو ببینو ارزون ای نادان نه اینجوری نگو مفت 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 ای که همه یکت ای فقط این جهاش طلاییه این نقرهیه نگاه چه فرق نروز خیلی ارزون داره واقعا تو خنگ نه واقعا ما خنگ که نیستم نه نه تو خنگ که نیستم خنگ نیستم شما ببین نادان نه 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 نادان با آدم ها بگیم بر مخور بابا این کار نکنین خب ایرج خان ورگین دیگه ایرج خان گرفته بنده خدا برمو چی؟ به 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 ایرج جان خوبی ایرج؟ بای خوابیدی؟ بله این از پاشو بده بزنیم پاشو ای بابا باز شروع کردی؟ باز شروع کردی؟ آره آره میدی بزنیم؟ نه خیر شوخی کردم آه شوخی میکردی؟ آره آره خیلی شوخی میکردم امروز خیلی خوشحالم سرحالی؟ خیلی سرحالم خب خوبه آره. همین که نمیخواد بزنه خیلی خوب پس آره. من میتونم بخوابم آره بابا کجا بودی راستی؟ امروز من خیلی رفته بودم جای دور کجا؟ واقعیتش چند روزی بود که حال خوبی نداشتم با خودم فکر کردم که من چرا همش اینجام خب چقدر جاهای کمی دارم میبینم تو زندگیم آفرین آفرین آره حرف خوبی ها بله تو خونه برای چی بشینیم میتونیم بریم بیرون بریم آره آره من گفتم همش خودم محدود کردم به این چهار دیواری و این آدم ها رو دیدن و فوق دو تا کوچه بالاتر رفتن و اینا هشه این حرف رو بزنه دیگه ایرج خودم رو سپردم دست با رفتم پشه خودشو بسپره دست باد خیلیه بله باد ما را با خود برد خب برد و برد و برد و برد و از شهر رفتیم بیرون و رسیدیم به سبززار و دشت بح 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 بله رفتی چه سرسبز آره آره اینش خیلی اومده بودم پیکنیک تو چرا نمیری بیرون آره راست میگی آره بعضی ها خیلی با صفات میرن خونه بیرون هر جای گیر میارن میشینن آره با بچه پتوی چیزی میندسن آره خربوزه آورده بودن هندونه آورده بودن بح 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 بله خیلی خوب خوش گذشت خیلی خوب. رودخونه دیدم یه جایی به من دیگه آدمام نبودن دشت بکر بود بح صدای بح بح. پرنده ها بود بح بح عقاب تو آسمون بود
جاهای خیلی دور و قشنگ. آره. 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 یه سکوتی بود، دامنه کوه بود. به به. بله، یه سری حیواناتی البته بودن اونجا، ولی آدم نبود. خیلی خوب. پس گشت، وقت چجوری برگشتی؟ این بخشش بند بود. اولش خیلی به سختی برگشتم. خیلی به سختی. به سختی اومدی؟ آره، وسط راه خود دیگه انرژیم تموم شده بود. احتیاج داشتم یکی بده بزنیم، کسی نبود. اصلا خیلی حال بدی، سرگیجه داشتم، چشام سیاهی میرفت. اصلا نمیفهمیدم از کجا دارم میام، میترسیدم به تاریکی بخورم، نتونم برسم تو رو ببینم. اصلا تنهایی جایی نریم، تنهایی با چند نفر باشه بهتره. آره آره، دیگه رفتیم و یه چیزی هم پیدا کردیم و زدیم و دیگه اومدیم ادامه راه. خیلی خوب، الان خوبی دیگه؟ بله الان خوبم. خیلی خوب، پس بگیریم بخوابیم. بله بگیریم بخوابیم. شب شما بخیر. شب تو هم بخیر باشه. چه پشه خوبی؟ خیلی خوب بخوابیم. شما هم خوب بخوابی؟ خیلی خوابای خوبی ببین. انشالله همه خوب و خوش باشن و خوابای خوب ببینن. قربونت برم، خیلی خوابای خوبی ببین. خیلی خسته هم هستم من. ایرنج بله، یه بوی نمیاد اینجا؟ نه واقعا نمیاد. حرف در نیار دیگه، چه بویی؟ نه 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 نه، ایرنج بوی پشکل گوسفند میاد. بوی پشکل گوسفند اینجا چیکار داره؟ من نمیدونم، تعجب میکنم چرا بوی پشکل گوسفند. نه تو گلدونمون هم کود ندادیم که. نه ندادین؟ نه مالت، نه چیزی نیست. مطمئنی کسی گوسفند نیورده اینجا؟ نه بابا. بخواب. باشید باشید. چه؟ چی صدا؟ چی خود در میاری؟ چی؟ چی صدایی در بردم؟ صدای گوسفند چرا به خود در میاری؟ واقعا صدای گوسفند در بردم؟ آره؟ دروغ نمیگی ایرنج؟ نه واقعا تو چشای من نگاه کن، واقعا صدای گوسفند در بردم؟ آره؟ او ببخشید ببخشید بیان کردم مسخره. او نکن کارو، نکن که میدونی چی کار بندیم. نه این کارو با من. آخ 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 گوسفند زدی؟ گوسفند زدی؟ آره اینجا مجبور بودم، باور کن مجبور بودم. اینجا واقعا تو راه برگشت خیلی حالم من بودی، کسی پیدا نمیگرم. فکر آبرو حیثیت ما نیستی؟ واقعا فکر آبرو حیثیتت بودم اینجا، واقعا باور کن فکر آبرو حیثیتت بودم، ولی مجبور بودم. باشه، یه پشه به این باشعوری بیره گوسفند میزنه؟ اینجا کسی نبود بزنم، تو خودت بودی چیکار میکردی؟ هرچی نگاه کردم چش انداختم چیزی نم. بدبخت شدیم، تا صبح حالا این بابا میخواد بخواد. ای چی گرفتار شد. خیلی خوالی یه گوشه بگی بخواب دیگه. اینجا گرگ نداره، در پنجره رو بستی گرگ مرگ نمیاد تو؟ اینجا گرگ نداره که. اصلا گرگ نداره؟ نه گوسفند این چیز نمیخوای بیاری؟ سگ بیاری اینجا نگرده یه نمچن باشه؟ نه سگ برش محافظت کنه از نه من. بگی بخواب. بگی بخواب، فقط اگه صدای بعو اینا شنیدی شما ناراحت نشید. من خطه خیلی اصلا چرا اینجونی شده خطه؟ ما یک کوچولو بود فقط نوست اینجا بود. بخواب اینت، باور کن میخوام بخوابم. لطف کنی برای من نی بزنی؟ تو چوبونم باش برام نی بزنی؟ نی بزن برام. نه یا کجا بیارم آخه این وقت شب؟ اینه سود بزن، حداقل سود بزن. باشه. رفیق باش، سود بزن. بخواب سود بزنم. باشه باشه. بلندتر بلندتر سود بزن اینت. اینش نکنه من بخوابم تو سر من ببری؟ ها؟ خفاشی بابا بگی بخواب. نکنی بخوابم تو سر من بمونی. آبا چرا اینجا مراسمی نیست؟ خبری نیستش که. مراسمی نیست؟ اینجا هیچ مراسمی نیست واقعا؟ نه اینجا خبری نیست. یه تالار عروسی. اون تالار عروسیه؟ واقعا تالار عروسیه؟ آره ولی خب ربطی به تو نداره. ربطی به تو نداره. اینا چرا ربطی نداره؟ ممکنه واسه تالار عروسی سن منو ببری. نه 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 نه. نمیبری؟ نه نه. بگی بخواب.
بگی بخواب. بخواب فکر کن تو طویله ای الان درم بسته خیالت راحت باشه. خب باشیم 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 الان توی طویله ای. آره من هم میگم که تو آرامش داشته باشی. باشه باشیم باشیم. یعنی چی؟ یعنی اینی که گفتی یعنی چی؟ نمیدونم که به نمیشه که ندونی که این اجازه من بعد با من حرف میزنی بعد چیزی بگی که من بفهمم. به نه الان این جواب من نیست. این اج وقتی میگم به من چه میدونم گوسفندا چجوری با هم حرف میزنن. این اج یعنی درست نمیخوا من تلاش کنم بفهمی من حالم بده. یعنی صدای گاف در میاد. صدای گاف در میاد. گاف دیگه برای چی؟ من با گاف زمان میگم اینا دو تحویله گاف هست. گاف صدای گاف در میاد. خیالم راحت شد. یه حیوان بزرگی حداقل توی طویله هست. بخواب بخواب بخواب. خروس خروس چه خروس چه این وقت شب یک منو ببینه چی؟ این از خروس چه خروس خروس همه مرغ مرغ چه مرغ بابا سود بزن سود بزن سود بزن. ببین الان چوپانه رفته خوابیده دیگه. آره 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 الان شمایی هست با دوستاتو گاوو سگه که هست که صدا سگه هم در بیار من خیالم راحت باشه. این هست سگه ها؟ این سگه به این کوچولویی گذاشتن؟ این سگه به این کوچولویی گذاشتن؟ مواظب ما باشه؟ آره آره این خوبه؟ یه دونه است؟ دو تا سه که هم اون بره. آره یه دو که دیگه هم باشه یکی دیگه هم این اون بره؟ نه خب اینجا اینی که نزدیک ماست و اینو بهتره این بجا باشه اینجا باشه باشه بخواب تو فقط بخواب باشه خوابیدم خوابیدم قربونت سنان برم من تا صبح باید حیوانات سگه رفت؟ سگه نه؟ نه هسته قربونی زنان برم من همینجا باش اینجا مواظب ما باش تا صبح باشه خدافز خدافز سگه نفت؟ هست بابا هست نکو این اتصالا چه نمیستم گرگ 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 اومد این هج ببین ببین پس میتونم بیاد پا بگیر بخواب من اینجا هستم دل با پس نباش بری اون ور و را بری من میگم گرگه بیاد نه نه نگو خواهش میکنم همینجا بخواب بگو سگه بیان قربونه تو برم من قربونه زنات برم من همین بغل باش 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 باشی مرسی ازن چی شده؟ جایی درد میکنه؟ نه همینطوری نه دیگه خب یعنی گفتی جان دلم درد میکنه من گفتم؟ آره گفتی نگفتی؟ نگفتی دلم درد میکنه الان؟ نه ببین این از منو به راه دیگه نکشون بگیم میخوام دیگه یه سگ صدا سگه فقط همین نزدیکی هم باشه من خوشحال تا صبح میخوابم دست درد نکنه این هم باش باش بخواب بخواب خندت شروع یه اتفاقه دل تو مثل یه کوچه باقه پنجه هات برگ چنار و انجیر قلبت آویزه بدون زنجیر چه خوبه با عشق هم قدم بودن چقدر شیرینه دوره هم بودن تو این شب و تو این ماه بشونی تو این ستاره این مهمونی بارون میتونه که زیر یه چتر جمع کنه تموم آدم ها رو بارون بوسه بارون شادی میشوره و میبره غما رو سی مرغ پشت کوه قاف بله قله نشین رویا باف بله بله رویای منو بافی بله شادی رو انداختی بله با صدای چی؟ با صدای خنده صدای آوازه پرنده دوره هم شب خوشی بلنده Thank you.
عاشق که بشی عید هر ساعتی باییت مثل یه نقاشیه عکس ماه توی حوض کاشیه وقتی دلت از شادی لبریزه شب مهمونی خیال انگیزه شب شب توی گیسو پریشون شب مهمونی ستاره بارون تو باشی دل دنیا رومه انقدر زلالی قلبت معلومه رنگای شاد و کلاف کلام بیرون بیار و رویامو ببار